به نام خدا. سلام دوستان، وقت شما به خیر. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این شعاریه که بعضی از افراد مخصوصا طرفدارای پهلوی استفاده میکنن، یعنی آقا غزه و لبنان و اینا رو ول کن، ایران رو بچسب. حالا ما اینجا علاوه بر این که میخوایم از زاویه منطق و عقلانیت این شعار رو بررسی کنیم، میخوایم یه چیزایی از محمد رضا پهلوی به شما نشون بدیم. کارایی که محمد رضا پهلوی میکرده رو به اطلاعتون برسونیم که خیلی ازش چیزی نمیدونن. یعنی ببین، خود شاه تو دهنی میزنه به طرفداراش که میگن نه غزه نه لبنان. حالا در ادامه خواهید دید. این برنامه برنامه مهم و جالبیه. پیشنهاد میکنم که تا آخر ببینید. اگه مفید بود شما هم منتشرش کنید، واسه دیگران بفرستید تا آگاه بشن. دمتون گرم. خب مورد اول، این که شاه برای کمک به حاکم کشور عمان در جنگ ظفار مستقیما نیروی نظامی و تسلیحات فرستاد. اما ماجرا چی بود؟ میگفتن که آقا کمونیستا تو عمان دارن شورش میکنن و حاکم عمان اومد از حکومت پهلوی کمک خواست و محمد رضا پهلوی هم واسه حمایت از حاکم عمان مستقیما نیروی نظامی و تسلیحات فرستاد و چند سال ایرانی ها اونجا جنگیدن و تعداد کشته شدگان ایرانی در اون جنگ هم از 600 تا 4000 نفر گفته شده. خب ببینید، شاه میره تو عمان میجنگه که مثلا کمونیستا رو بزنه. میگه فعالیت کمونیستا در عمان واسه ما هم تهدیده، پس میریم اونجا باشون میجنگیم. حالا ما میگیم داعش تو سوریه و عراق بوده، رسما واسه ایران خط و نشون میکشیده، ما واسه امنیت ایران رفتیم اونجا باهاشون مقابله کردیم. بعد همین طرفدارای پهلوی میگن نه شما تو سوریه و عراق چه میکنید. میگیم صهیونیستا تهدیدن واسه ایران، میگن نه شما کاری به صهیونیستا نداشته باشید. در حالی که همین طرفدارای پهلوی شاهشون چند سال تو عمان جنگیده، یعنی این پهلویچیا حتی شاهشون هم نمیشناسن، فقط حرف میزنن. مورد دوم و سوم، همراهی ایران با آمریکا در جنگ ویتنام و همچنین حمایت تسلیحاتی از سومالی در جنگ با اتیوپی. ایران تو جنگ ویتنام به آمریکا کمک کرده بود. شاه جنگنده هایی که از آمریکا خریده بود بابتشون پول داده بود، میداد به خود آمریکا تا تو ویتنام استفاده کنه. آمریکا هم دیدیم دیگه چه بلایی سر مردم ویتنام آورد. سومالی و ویتنام کجا، ایران کجا؟ البته من این کارهای پهلوی رو تایید نمی‌کنم، اینا رو واسه طرفدارای پهلوی میگم که صبح تا شب نغزه نلبنان از دهنشون بیرون میاد. یعنی چیزی که اینا میگن و خود پهلوی هم قبول نداشت. این از این. اما شعار نغزه نلبنان از منطق و عقلانیت دوره. یعنی میگن کلا با اینا کاری نداشته باشید، ما خودمون در داخل مشکلات داریم، پس دیگه بی خیال اونا. اما یعنی چی واقعا؟ این حرفا احمقانه است. ببینید، در همسایگی ما آمریکا به بهانه‌های مختلف به دو تا کشور حمله کرده، نابودشون کرده. عراق و افغانستان، آمریکا از اول تا الان، حتی زمان پهلوی هم در اصل دشمن ایران بوده. این آمریکا اومده دور کشور ما رو گرفته، هدفش ماییم. در کشورهای همسایه ما گروهایی رو به وجود آوردن که همه رو از دم تیغ گذروندن، رسما واسه ایران خط و نشون میکشیدن که تهران و مشهد رو میگیریم. خب چرا در چنین موقعیتی که همه دنبال زدن ما هستن ما بگیم نه ما با کسی کاری نداریم؟ غیر عقلانیه که شما بگی چون ما خودمون مشکلاتی داریم دیگه چشممون رو تهدیدها و ناامنی‌های اطرافمون ببندیم. شما اسرائیل رو ببینید، با حمایت غربی‌ها اومد فلسطین رو گرفت، حالا با پررویی تمام میگه فلسطینی‌ها فلانن بهمانن و به طرز فجیعی داره اونا رو میکشه. و نکته اینه، در اتفاقات اخیر طوفان الاقصی اروپایی‌ها از ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلیس تا آمریکا اینا بلند میشن میان تو سرزمین‌های اشغالی تا به رژیم صهیونیستی کمک کنن. خب قطعاً وضعیت بسیار مهم و حساسی پیش اومده که غربی‌ها با تمام توان اومدن پشت رژیم صهیونیستی. قطعاً این اتفاقات اثرات جهانی داره که اینطور واسهشون مهمه، اما واسه ما ایرانی‌ها نباید مهم باشه؟ اونا میگن اسرائیل جزئی از ماست و موجب تأمین شدن منافع ما و موجب قدرت ما در منطقه است. میگن ما به کمک اسرائیل میتونیم روی مهمترین منطقه دنیا تسلط داشته باشیم و کشوراشون رو کنترل کنیم. واسه غربیا مهمه اما واسه ما ایرانیا مهم نباشه؟ کاملا معلومه که این شعار از کجا اومده و هدفش چیه. هر کاری میخوایم اطرافتون انجام میدیم، اما شما ایرانیا واسهتون مهم نباشه. شما ایرانیا بگید نه غزه نه لبنان تا ما راحت تر شما رو ببریم زیر چکمه های خودمون. ماجرا اینه، اگه کسی منطقی و عقلانی فکر کنه، منافع ملی و قدرت ملی و جهانی ایران رو در نظر بگیره، قطعاً واسش کاملا روشنه که شعار نه غزه نه لبنان علاوه بر اینکه یه شعار مسخره است، بلکه یه شعار خائنانه است. امیدوارم که این برنامه واسهتون مفید بوده باشه. دم شما گرم. یا علی مدد. خدا نگهدار.